تجمع و تحصن اعتراضی کارگران کاشی گیلانا در رودبار که از روز شنبه شروع شده همچنان ادامه دارد. این کارگران خواهان دریافت 9 ماه حقوق عقب مانده‌شان هستند. یکی از کارگران گفت کارگران کارخانه کاشی گیلانا حتی قادر به خرید یک نان نیستند و تا رسیدن به خواستهشان به تحصن ادامه خواهند داد. بازنشستگان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن 2 ماه حقوقشان مجدداً دست به اعتراض زدند. یکی از بازنشستگان گفت کارگران و بازنشستگان هیچ مدافعی ندارند و در این نظام فراموش شده هستند. روز 3 اردیبهشت شمار زیادی از بازنشستگان در اعتراض به افزایش نیافتن حقوقشان از سال جدید در مقابل اداره بیمه اجتماعی دست به تجمع زدند. قرار بود از ابتدای سال حقوق بازنشستگان 25% افزایش یابد، اما کارگزاران رژیم زیر قولشان زده و اعلام کردند این افزایش از تیر یا مرداد خواهد بود که خشم این قشر محروم را برانگیخته است. زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به موج اعدام‌های جنایتکارانه اخیر مراسمی برپا کردند. در این مراسم که با قرائت قرآن شروع شد، زندانیان سیاسی افزایش اعدام‌ها را ناشی از وحشت رژیم از خیزش‌ها و بحران‌های اجتماعی عنوان کردند که می‌خواهد با ایجاد رعب و وحشت از شعله‌ور شدن قیام جلوگیری کند. 7 نفر از دراویش گنابادی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. این دراویش که در بند 350 زندان اوین هستند، در اعتراض به فشارهای دشخیمان به دراویش از روز 29 اردیبهشت اعتصاب قضای خود را شروع کردند. زندانیان قزلحصار در اعتراض به کثرت اعدام‌ها، بلا تکلیفی زندانیان زیر اعدام، وضعیت بد قضا و بهداشت، دیک‌های قضا را واژگون کردند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رژیم روز 31 اردیبهشت گفت قرار بود شمار افرادی که بر اثر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند از 3% به 1% برسد، اما الان 14% شده است. رژیم آخوندی در وحشت از خیزش‌های اجتماعی از دیروز اقدام به گسترش نیروهای سرکوبگر در تهران و شهرستان‌ها کرده است. این اقدامات سرکوبگرانه همچنین به دنبال حذف رفسنجانی و مشایی توسط شورای نگهبان ارتجاع تشدید شده است. از جمله در اطراف بیت خامنه‌ای، ولی‌فقیه ارتجاع و سراح جمهوری غلظت نیروهای سرکوبگر بیشتر مشاهده می‌شود. در منطقه پنج پونک، خیابان سردار جنگل، نارمک، تهران پارس، اطراف بازار تهران و بسیاری دیگر از مناطق تهران مملو از نیروهای انتظامی، گارد ویژه و لباس شخصی ها شده است. در شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و سایر مراکز استانها و شهرها نیروهای سرکوبگر گسترده شده و یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کردند. باند خامنه‌ای تاکنون برخی سایت های وابسته به احمدی نژاد را بسته و شماری از وابستگان به او را دستگیر کرده است. رژیم آخوندی همچنین بسیاری از امکانات ارتباطی پیامکی، اینترنتی و فیسبوک را یا بسته یا بسیار محدود کرده و روی ماهواره‌ها با شدت بیشتری پارازیت می‌فرستد تا به گمان خودش جلوی تبادل اطلاعات و خیزش‌های مردمی را بگیرد یا کند کند.